سلام بچه هم مصابه شاچی هستم و این درس شماره 13 آموزش زبان فرانسه ماست. مرسی که تا اینجا همراه بودید. دوستانی که میخوان بیشتر همراهی کنن میتونن از لینک بالا کانال ما رو حمایت بکنن. امروز میخوام درباره دو تا صفت با هاتون صحبت کنم، دو مدل صفت. چیزی که بچه ما درباره صفت ها باید بدونیم و خیلی مهمه اینی که صفت ها همیشه برای یک اسمی میان و صفت ها با اسمشون همیشه مطابقت میکنن. مطابقت میکنن یعنی چی؟ یعنی ما اگر یک اسمی داریم که اسم مؤنث، صفت ما باید مؤنث باشه. ما اگر یک اسمی داریم که جمع، صفت ما باید جمع باشه. پس همیشه یادتون باشه هر نوع صفتی که ما در زبان فرانسه استفاده میکنیم با اسمش باید مطابقت بکنه. پس اینو هیچ وقت فراموش نکنید که برای ما بسیار مهمه. اولین صفتی که من میخوام برم سراغه صفت پرسشیه که احتمالا قبلا شنیدید که اون هست کل. بخوام یکم بیشتر توضیح بدیم. صفت پرسشی خب همیشه درباره یه اسمی میاد. ما اگر اونو توی فارسی معنی بکنیم خیلی جور در نمیاد، چون مثلا میگیم که همش رو شاید بگیم چیه یا چه، خیلی جور در نمیاد. پس نگاه کنید به استرکتور. یعنی اگر ما یک اسمی داشتیم که خواستیم ازش در برای سوال بپرسیم باید از کل استفاده کنیم. اسم مثلا چی؟ مثلا ملیت، لا ناسیونالیته، مثلا رنگ، لا کولور، مثلا اج، سن، مثلا چه میدونم اسم، نو، مثلا شهر، ویل. هر کدوم از اینا میبینید یه اسمه. قاطیش نکنید بچه ها با فعل. خب یعنی مثلا چی تو میخوری، اینجا ما نمیتونیم کل استفاده بکنیم. چرا؟ چون اونجا چی مربوط به فعل، به خوردن، به اسم نیست. اونجا ما باید کسکو استفاده کنیم که توی سوالی کردن میتونید برید ببینید. پس یادتون نره کسکو یا که مال فعل، درباره فعل صحبت میکنه. چی میخوری، چی میبینی، چی میشنوی، چی مینویسی، ولی کل برای اسمه. پس یادتون نره. کل همونجوری که گفتیم با اسمش مطابقت میکنه و چهار تا شکل داره. هر چهار تا شکلش بچه ها تلفظاش یکسانه ولی تو نوشتن فرق میکنه. یعنی اگر شما میخواید صحبت کنید و بگید مشکلی نداره، فقط میگید که، ولی اگر خواستید بنویسید باید نگاه بکنید به اسمتون که آیا مذکر، مؤنث، مفرد یا جمع. شکلاشو همینطور که میبینید همش هست کل 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 تو تلفظ، ولی تو نوشتنش مسکولن کیو او ال، فمینن کیو او دوز ال او. بریم تو جمع مسکولن میشه کیو او ال اس، جمع فمیننش میشه کیو او دوز ال او اس. پس میبینید فقط توی جمعی اسم میگیره ولی تلفظاش بچه ها فرقی نمی کنه. یه سری میگن کوئل، اشتباس بچه ها. تو زبان فرانسه معمولا بعد از کو یه دونه یو داریم که نمیخونیم. شما فکر کنید اصلا وجود نداره. حالا مثلا من چطور میتونم با این کل سوال بپرسم؟ مثلا میخوام بگم کدوم خونه رو ترجیح میدی؟ میگم که کل مزون، کل هم مؤنثه، پرفره وو رو ترجیح میدید، یا کل مزون وو پرفره، یا وو پرفره کل مزون. اینجا میبینید کل با مزون مطابقت کرده. یا میگم که کل کولور توپل لو پلوس، کل کولور توپل لو پلوس، چه رنگی بیشتر خوشاینده توه. یا میگم که کلاش اوه وو، یا ووزوه کلاش. پس میبینید شکلهای مختلفی ده. کل بچه معمولا به اسم میچسبه. بچه فقط توی یه حالته که کل به اسمش نمیچسبه و اون وقتی که ما فعل اتخو داریم. توی اتخ معمولا کل و
اسمش از هم دیگه جدا میشه. مثلا میگم کله وتخونو، کله وتخش، کله وتخ پروفسیون، کله وتخ متیه، کله وتخ پی، کله وتخ ویل پرفره. میبینید؟ پس اتخ بچه ها این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه. پس اگر فعلای دیگه داشتیم کل میچسبه به اسم، اگر فعل اتخ داشتیم اتخ میاد بین کل و اسم قرار میگیره. حالا بچه ها من چند تا کلمه میگم، چند تا اسم میگم، شما میخوام که توی کامنت ها بر من بنویسید چطور من میتونم سوال بپرسم ازش. من اسما رو میگم با اختیکل میگم، ولی شما میدونید که اختیکل رو باید حذف کنید اگه کل استه. من به خاطر مسکولن فمیننش اسما رو میگم. چهار تا اسم میگم، بر من چهار تا سوال بنویسید پایین. Le pays de naissance، یعنی کشور محل تولد. شما باید بپرسید کشور محل تولد شما چیه، کدام. La couleur préférée، یعنی رنگ مورد علاقه رو باید بپرسید. L'activité préférée، یعنی فعالیت مورد علاقه رو بپرسید. Le genre de musique préférée، یعنی سبک موسیقی مورد علاقه. پس این چهارتا رو بر من توی کامنت ها بنویس. یه وقتایی هم بچه ها ممکنه که یه حرف اضافهی داشته باشیم برای اون اسمی که ما داریم میگیم. مثلا میخوام بگم که تو در کدوم خونه زندگی میکنی. من اگه بگم در خونه میشه دان لمزون. خب من به جای دان لمزون میتونم کل بذارم، کلمزون بذارم، ولی به جای دانش چیزی ندارم. پس اون حرف اضافه رو بچه ها من باید تکرار کنم. یعنی من اگر بخوام سوال بپرسم میگم دان کلمزون اسکو تو عبید، یا مثلا تو عبید دان کلمزون. پس یادتون باشه اگر حرف اضافه داشتش قبل از اون اسمه باید بنویسی. یا مثلا میگم که ابه کل ستیلو اسکو تو اکری، با چه خودکاری تو مینویسی. چرا؟ چون ابه یعنی با فلان چیزه. پس اینو یادتون نره که بهش دقت کن. چیز دیگهی که من میخوام برم امروز سراغه، صفت دیگهی که میخوام برم سراغه، صفت اشاره است. دوباره همون چیزی که درباره صفت ها گفتیم در این مورد هم صدق میکنه و درسته. صفت اشاره به طور خلاصه بخوام بگیم، میگیم این کتاب، این خونه، این خانم، این آقا. وقتی ما میخوایم اشاره بکنیم بعد از صفت اشاره استفاده بکنیم. بریم ببینیم چه شکلهایی داره. برای مسکولن بچه ها ما مسکولن سنگولیه، برای مفرد مذکر ما دو تا شکل داریم. یعنی یه شکلی داریم که با حرف بی صدا اگر شروع بشه، مثلا میگم سو لیفق، سو مگزن، سو مخشه، سو تلفون. اوکی؟ ولی یه وقتی هستش که حرف صدادار داریم در ابتدای کلمه مذکر مفردمون، که مثلا میگم امی، امی مسکولن. اینجا باید ست استفاده کنیم. سه او ته، میگم ستمی یا ستوتل. میدونید اش خونده نمیشه در ابتدای کلمه، ما اون وایل بعدیش رو حساب میکنیم و میگیم ستوتل، ستوم. اوکی؟ پس یادتون باشه مسکولن سنگولیه دو تا حالت داره. مفرد مؤنث یک حالت داره، سه او دو ته او. تو فرانسه بچه ما معمولا نمیگیم دوبلوته، میگیم دوته، دوتاته میگیم. این همین یه شکل رو داره خیلی راحت، ست مزون، ست فام، ست فی، ست ریویر. و یعنی این دختر، این رودخونه، این خونه. و جمعش هم بچه ها مسکولن فمینن فرقی نداره و سه تلفظ میشه. بچه یادتون باشه این اون فرم مسکولن سو بود، این جمعش میشه سه. مثلا میگیم سه زانفان، این بچه ها، سه مزون، این خونه ها، سه لیف، این کتاب ها.
پس یادتون باشه که از این استفاده میکنید. مثلا میگم که je préfère ce livre. من این کتاب رو ترجیح میدم. Tu peux regarder ce bateau. یا مثلا tu peux voir ce bateau. اون قایق رو میتونی ببینی. Je déteste cette personne. من از این آدمه بدم میاد. پس میبینید یه سری صفت اشاره استفاده کردیم توی جمله هامون. خیلی ممنون میشم که جواب سوالای منو بدید، کامنت بذارید. حتما بچه ها سابسکرایب رو بزنید. اون زنگوله‌ای که بغلش میبینید و اگر بزنید نوتیفیکیشنه، هر وقت ویدیو جدید من فورا به شما میگه، چون میدونم که خیلیاتون یه سری از این ویدیوها رو از دست میدید. یه سریاتون میگید آقا فلان چیز ویدیو بساز در صورتی که من قبلا ساختم. مراقب خودتون باشید.